خطر، خطر. چرا اینجوری کرد؟ یعنی چی؟ نمیدونم. بذار من پیاده شم ببینم چه خبره. مراقب باش بده. چشمت. نگفتم شب جاده خطرناکه؟ ببخشید آقا. میشه تیله رو جابجا کن، ما میخوایم رد شیم. اگه از بچگی عاشق یه نفر باشی، میخوای زنت هم باشه، اون وقت یکی از راه برسه اونو از چنگت در بیاره، چیکارش میکنی؟ متوجه نمیشم. همینجوری میذاری برن ها؟ شما از چی صحبت میکنین؟ یک عمر خونه دل خوردم تا آرزو دختر خالم درسش تموم بشه با هم ازدواج کنیم. اون وقت نمیدونم تو از کجا پیدات شد اومدی همه چی رو خراب کردی. چی داره بهش میگه؟ نمیدونم، منم که نمیشنوم. برم جلبش کنم؟ لازم نیست. ببین دوست من، ما عجله داریم، میخوام. من دوست تو نیستم، ولی اگه بخوای یه دندگی بکنی دشمنت میشم. تو داری اشتباه میکنی. من میدونم این زرق برق شهره که چشم دختر خاله ما رو کور کرده، ولی باید اینه بدونی که اون از ماست نه از شما. فامیل ماست نه شما، هم ولایتی ماست نه شما. حالا راحت میگیری از اینجا میری، دیگه هم پاتین ورا نمیذاری، فهمیدی؟ فکرشو پیاده کنم. لازم نکرده، خودش داره میره. بسره چی میگو خود؟ بکنم منو با یه نفر دیگه اشتباه گرفته بودم. بسره دیوانه داشواره به کشتن میدن. حالا میفهمم که جدال عقل و دل یعنی چی. پدر، اون جوان سالهاست که منتظر بوده، باید درکش کنم، باید فداکاری کنم، یه تصمیم دریایی. ولی اعتراف میکنم که آرزو رو دوست دارم، به خصوص از وقتی فهمیدم اونم صدای امواج و مرغای دریایی رو تو شلوغی شهر شنیده. اما باید سعی کنم هر طور که شده فراموشش کنم. پدر، آیا این تصمیم من یه تصمیم دریاییه؟ قول میدم که همیشه دریایی باشم، همیشه به یادت هستم. پسرت امید. من شرایط ازدواج رو ندارم. چی گفتی؟ ببینید مهندس، من خیلی فکر کردم. مرد حسابی، شما با هم دیگه قرار مدار گذاشتین یادت رفته؟ میدونم خواهرتون خیلی دختر خوبیه. این منم که لیاقتشو ندارم. راستش لیاقت یه خوشبختی تضمین شده رو داره، البته نه با من یه همیشه مسافر. مهندس، من اصلا آدم خودخواهی نیستم، به خاطر خودش میگم. خودخواهی دیگه، خودخواهی دیگه، اونم از ماه درجه یکش.
شما حق دارید که عصبانی بشید، ولی واقعا برام سخته، چاره دیگه ندارم. به خاطر خودش میگم. امیدوارم بدونی چه غلطی داری میکنی. ببینید مهندس. الو مهندس. بفرمایید. اینم از آقا امید دریادل. دریایی باش، دریایی فکر کن. مرنجم گم شد. آدم خوبه تا عادل روحی داشته باشه. گمونم تأثیرات ماهی بردار و میگه و گوشدار اقیانوسه. نه بابا، این دیوانه است، از این چیزا نیست. امیدوار بودم بزرگ شده باشی. تو بد موقعیتی ناامیدم کردی. میدونم کار درستی نکردم مادر، ولی باور کن چاره دیگه نداشتم. چرا چاره دیگه نداری؟ خب نمیتونم بهتون بگم. ببین، ما رفتیم خواستگاری، قول و قرار گذاشتیم، موافقتشونو گرفتیم. حالا چرا همین چیزو میخوای خراب کنی؟ میدونم مادر، میدونم، ولی بهش بگید که بهش بگید من لیاقتشو ندارم. من به برادرش همینو گفتم. امید خودتی؟ یعنی بچه هستی که من بزرگت کردم؟ مادر خواهش میکنم. اون پسر اون شب تو جاده چی بهت گفت؟ تهدیدت کرد؟ ببین مادر، من الان کار دارم، باید برم، بعدم باهاتون تماس میگیرم. خداحافظ. حرف آخرش چی بود؟ اگه به ارزو بهش حرفی زده حقش بود به ما میگفت، ولی من میدونم اینا همش بهانه است. بهانه است دیگه خانم فروخ خانم. من آبروی خواهرم رو تو دنیا از هر چیزی بیشتر دوست دارم. آقا بهنام کاش قلم پام شکسته بود شمال نرفته بودم. بیا بری. امیدم داره راه پدرشو میره. شما که همیشه میگفتیم پدرش مرد خوب و خانواده دوستی بوده. نه نه نه، منظورم این نبود. نمیدونم، واقعا متاسفم. چشمرا بیا، خوش خبر بیا. آجان خسته؟ آجان هم مسافرت میره سختی، سنی از من بگذشته. زیاد داری. چی خبره؟ یه لازم نیزه. یعنی چی؟ چی واسه؟ به نام پیغام بده بو که اونی امرو تماس بگیرم. منم تلفن بزنم. خب. البته همان نباید ناراحت بیم، چون رو راستی صفت خوبیست. همان تازه با خوشحالم ببینم که هم دیگر امره رو راست دیمی. بابا حرف بزن ببینم چی باسته. تو از دکی که بکشتی او نبگو چی باسته. مرجان من تعمل دارم بشنفم، اگه شما طاقت انا گفتنه بداری. آرزو اگر کسی به خیلی تر عذیت بکنه یا تی احساس امره بازی بکنه خیر نیدینه زن. بهم بخورده؟ آها ننم چره، ولی شوان موقع ننه ما برزو هشنه چی بگفته که همه چیه خرابه. برزو؟ بلاخره پس یکو کارا بگویم بشیمه. فقط 3 روز وقت داری که برگردی و این مسئله رو از راه صحیحش حل کنی. روز 4 شد دیگه بر نگرد. هیچ وقت. برو دنبال آرزوهات. مطمئن باش که طاقت تحملش دارم.
چون یک بار تجربهش کردم، برام آشناست. مادر، 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 کاپتان ببخشید که مزاحم شدم. مهم نیست. چه کار داری؟ راستش یه چند روز مرخصی میخواستم. چی؟ مرخصی؟ اونم وسط دریا؟ کاپتان هر طور شده باید برم. کسی به تو یاد نداده که روی دریا بایدی در کار نیست؟ و یک نفر تصمیم میگیره؟ کاپتان یه موضوع حیاتی پیش اومده. هیچ موضوع حیاتی تر از انجام وظیفه نیست. شما؟ افسر دوم پرتو. پرتو؟ به هر حال ما تا یک هفته دیگه در هیچ بندری توقف نمی کنیم. اگر کارت خیلی حیاتیه میتونی با شنا برگردی ساحل. قبوله، متشکرم از مرخصی کاپتان. کاپتان اگه برای عروسی دعوتتون کنم تشریف میارید؟ تشریف میارید؟ عاشقی؟ می خوشبختی خیلی؟ پس تو رو با خدا می دور خط بکش. من تی همره خوشبخت نتنم بابام. بفهمیسی؟ سلام خیلی دختر. خدا حافظ. راست گیده. بهترانه فراموش کنی. به تو ربطی نریه. سکت بس. ولی مرا خوش بما. تی جواب خوب بده. لطفی بهتر اول بری شمال.
احساسات یه دختر معصوم بازیچه تو نیست. تو پسرمی، ولی حقو به اون میدم. ثابت کن در موردت اشتباه میکنم. مادر! مادر! ده نیامده داری بر میگردی؟ سلام آجان. سلام عزیزم، نبینم قصه دار باشی. مشکلی پیش اومده؟ مشکل که بله، ولی امیدوارم انشالله زودتر حل شه. حتما حل میشه. بله که حل میشه. فقط یه دقیقه بیا تو خونه ما، من باید کار دارم. اگه اجازه بدید من برم، عجله دارم. اصلا دیر نمیشه، بیا تو. مزاحم شده. خواهش میکنم. مصیبت بود پیری و نیستی. حالا تنها کسی که خط ما رو میخونه این توتی. موتیم اومدم قربان. چه با وزد، تا حالا نگفته بوده آیا جلو. این دزدگیر سکرت ساختمونه، دو سال باش کار کردن تو شده این. مگه نه؟ یالان دیرم بایرام. بایرام نه، بایرام خان. دیگه صدای کیو میتونه تقلید کنه؟ من آبروی خواهرم رو بیشتر از جونم دوست دارم. ببینی این دیوارا همچینم آگوستیک نیستن. شما همه چیزو میدونین؟ تقریبا. از روز اول گفتم عشق بیاد منطق زایل میشه. منطقم که زایل شد چشم کور میشه. اون وقت زن میشه چی؟ هندونه دربسته. تحقیق لازمه، شناخت لازمه. من در مورد زنم 3 سال تحقیق کردم تا گرفت. اگه طلاقش نداده بودم حداقل سال یه بار دیگه هم دربارش تحقیق میکردم. من تحقیقمو کردم، اعتمادم دارم. همین دیگه، همین اعتماد برادر ناتنی افلاس بدبختیه. تحقیق و احتیاط. من پسرم وقتی میخواست بره فرنگ درس بخونه کلی در مورد دانشگاهش، کشورش، همسایه‌هاش، حتی استادش تحقیق کردم. بعدش خیالم راحت شد. زندگی مثل دریا رو راست نیست، گردنه 1000 نیرنگه. حالا هم که پسرم از فرنگ برگرده میبینی نمونه یک انسان موفق و سالم. یعنی منظورت اینه که بازم تحقیق کنم؟ راستش من نمیدونم اون شب اون قول بیابونی تو جاده به تو چی گفت، ولی در مورد صحت حرفاش لازمه که تحقیق کنی و بعد تصمیم بگیری. متوجهی؟ بله. خیلی ممنون از راهنماییتون. من با عزتون میرم. فقط ببخشید، علت این همه علاقتون به حل موضوع واسه من جالبه. ناراحت نشینا، چون این دختره یه جوری مثل خود ما عقل درستی نداره. خدافظ.
کجا با این عجله؟ صبح زود اومدی اینجا چیکار؟ تو که فکرتو کرده بودی؟ من فکرامو کردم. کنار کشتن از این کار فداکاری نیست. عین فرار از واقعیته. از تهران پا شدی اومدی اینجا همینا رو بگی؟ از تهران نه. از وسط اقیانوس هند. از هر خراب شدی اومده باشی. اومدی منو خورد کنی ها؟ خورد خمیرت میکنم بچه اقیانوس. تو منو گمراه کردی. اطلاعات غلط بهم دادی. من قسمتمو پیدا کردم. تو هم برو بگرد دنبال قسمت خودت. قسمت من معلومه. تو پاتو از گلیمت درستر کردی. من آرزو رو دوست دارم. دختر خالتو میگم. اونم همین احساس نسبت به من داره. حالا اومدم باش ازدواج کنم. چرا شرط پرت میگی؟ فکر کردی کی هستی؟ چی هستی؟ به چی مینازی؟ من به هیچیم. اگه دوستش نداشتم، اگه راه حل دیگه داشتم، مطمئن باش روبروت وای نمیستدم. حالا فقط یه راه حل مونده. من الان چی میگی؟ خود آرزو. انتخابو میذاریم به عهده آرزو. حد میزنی جوابش چی باشه نه؟ که ناراحتی نداره. بالاخره هر کسی تو زندگی یه سهمی داره دیگه. چکرم توتی. کاری داشتین؟ سلام. هنوزم میتونم رو جوابتون حساب کنم؟ نه خیر. چون من اصلا روی شما حساب نمیکنم. من میتونم براتون توضیح بدم. صداقت هیچ وقت به توضیح نیاز نداره آقا. پس همینجا میشینم تا حرفمو بشنوید. پرتو، امید پرتو، یعنی ممکنه پسر اون باشه؟ نه، شباهت ها؟
آرزو جان، باران برستن داره، مردم از ای بیرون خیلی سباسته. دختر آرزو جان، تیب بلا میسه از جوانی که من بیدیم از تو لجباس سر تاسو بگ از سرما یکم بزن از این نیچه که نیچه. آرزو جان، تیب بلا میسه این چنی حرف گوش بدن، شاید حرفی بدن که قابل شنیدن بابا. بله از من حرف گوش بدن. لجبازی بسه، هر دوتون برنده شدی. بسن جا شیطان لعنت کن بیا تو. آره زو نخواد من نمیام تو. سلام. سلام امید، بیا تو. بیا تو زن، بیا تو. بیا خیال راحت بسته. نه نه تی خیال راحت بسته انا قصدی ارزو جان، تی بلا میسه تی دختر خاله اپسری مالوانی تهرانی خیلی محمود آقا و با تی خاله هم که پروانه خانومشن که راضید با عباس بده. من ننم تو چگی تمام دنیا هم راضی بی بی در دیل لامصب راضی نیه حتی نیبه. باید تی فکر اساسی بکنیم. ما اساسی بکنیم، اساسی بکنیم. تو تو را بستی مگه ارزو؟ تو را بستی؟ تو دنبال شر گردی؟ شر میدون بال گردم فهمستی؟ آه. اگه ای باره دیگه خوبای بنام محله میان خیمه خیمه کنم. خیمه خیمه کنم، خیمه خیمه کنم. یا پسرتی کله درد کنیم اگه آقا. من اشان هم دارم آرناموسی دارم، تو نری من دارم. بیا بیشیم ارزو جان، بیا بیشیم. هیچ جانشی، های ایسی های بیس هر وقت با ما بیرون انا سوار کن بور تهران رام یانم کامل انا توضیح بدن خوبای از می گلیم فکشه بیرون. فهمستی؟ بفهمستم آقا، رسوا بگودی تو. ساکت بس، یواز تو خوب جمع کنیه، ما شون دارم. یه عمرو تو را بگودم چشم، اچشم امروش گرفتاریه بابا، شنو قرار درانش کنی آقا، درانش کنی. اینا تمام اون حرفایی بود که برای گفتنش اومدم اینجا. میدونم ازم رنجیدی، حقم داری، ولی نمیخواستم حقی از برزو زایه بشه. آخه اونم عاشقه، ولی من دیدم از اون عاشقترم و حاضر نیستم به هیچ قیمتی کنار بکشم. حالا تصمیم با خودته. نمیخواستم غرورش بشکنه. اون با من تنها صحبت کرد، منم میخواستم تنها مسئلهشو حل کنم. راستشو بخوای؟ بفرمایید. تا دستور فرمودین لیوان آب و گذاشتم زمین خدمت رسیدم قربان. خیلی خوب، راحت باش. میخواستم راجع به این امید پرتو بیشتر بدونم. شنیدم با شما خیلی صمیمیه. آها امیدو میگین. نه به جز خول بودنش من فکر نکنم چیزی بیشتری باید دونستن داشته باشه. نه نه اون دریانورد جدی و با پشتکاریه. آها از اون جهت، از این جهت خیلی شبیه مرحوم پدرش پرتوه، عاشق دریاست. اما بعضی وقتا یه کارایی میکنه که آدم به سلامت عقلش شک میکنه. مثلا؟ مثلا دیگه همین نامه‌هایی که مینویسه و برای پدرش پاره میکنه میرسه تو دریا. اعتقاد داره اونایی که تو دریا غرق میشن نمیمیرن، بلکه فقط نمیبینیمشون اما زندن.
دیگه؟ دیگه اینکه شرط می‌بندم برعکس من شما رو برای عروسیش دعوت کرده. آره، خیلی خوب. مطمئن بودم که امید عاشق آرزوه. چی؟ عاشق آرزو؟ این پسره دیگه جان نشده رو برده. بابا آروم باش. بابا جون، خواهر وار کرده سکه یه پول. حالا با این پر روی بلند شده رفته شمال که چی؟ میفهمم، ولی آروم باش، خواهش میکنم. آروم باشم؟ غیرتی گفتن، تعصبی گفتن. بابا من غیرتیم. من اصلا از اول از این پسره بوگجن روی ماهی خار خوشم نمیومد. شیطونه میگه همچین بزن. شیطونه غلط کرده. آره یه شکرم روش خورده. سبزی ها کجاست من خورد کنم؟ ببین من ناراحت میشم، تو خودت کنترل کن. بعد خیلی ریز بشن ها، مثل اون دفعه زیر دندون قرش خروش نکنه خوشم نمیاد. باشه، چشم آروم باشه. میرم سبزی ها. شسته هست دیگه نه؟ من؟ آره من، ببخش. کشت؟ درست شنیدم؟ بهنام کشت؟ پسره رو کشت؟ کابوس دیدین آقای آجرلو. تفرنه رو خانم، با همین گوشهای خودم شنفتم. خب گوشتون رو کمتر به کانال کولر و دیوارا بچسبونین تا نشنوید. تفرنه رو خانم، بگو مقتول کجاست؟ پسره مقتول معصوم کجاست؟ با من کاری داشتین؟ تو زندی؟ بله. کجا بودی؟ زنده و موفق، برگشتیم همین حالا و با دست پر. سلام. مادر، پروانه خانم بالا منتظرم. آره. خاخور جان سلام. سلام برادر جان، خوب هستی؟ امید بیرون برای توضیح میدم. بابا بغلش میخوام بکنم. خوش آمدی. نمیدونی چه هر دوستت دارم. ماهی خار. خیلی خوب جوونا، تا امید میره بندر کاراش را سوریس بکنه، ما هم کلی کار هست بعد انجام بدیم. پروانه خانم هم بالا منتظره. مگه نه عروس دریایی؟ بله. پس ما هم دعوتی. مامان اومده. من با عزت برم مامان هم ببینم. خدا فرد. با عزتون اتاخون. تشبیه رو پیچم. بیا امید. سلام پدر، امروز شنبه است و این 1253 نامه یکی براتون می‌نویسم. راستش اتفاقات زیادی بعد از آخرین نامم افتاده. با اجازه شما تصمیمم عوض شده، دارم باهاش ازدواج میکنم. آرزو دختر خیلی خوبی، خیلی با احساسه، تقریبا شبیه خود ماست. اونم تونست از عرشه توی خونه صدای امواجو بشنوه. فکر کنم به همین زودیا دریا رو هم بتونه ببینه. ما به هم قولایی دادیم، میخوایم هر دومون دریایی بشیم، وسیع، بخشنده، رازدار و پرسخاوت. دوستتون دارم، به سرتون امید. بله قربان، متشکرم. بسته نباشید. سلام، چطوری؟ سلام مادر. امید، سلام. اینجا همه چیز رو به راهه. پروانه خانم هم رفته شمال مرتب کنه. قرار عروسی رو برای پس فردا گذاشتیم. میتونی بیای دیگه؟ حالا اگه ما رو دعوت کنی انشالله حتما خدمتتون میرسیم. مطمئن باشیم؟ یادت نمیره؟ مادر، این چه حرفیه جلو بقیه میزنین؟ آرزو اونجاست؟ بیا آرزو، میخواد با تو صحبت کنه. بذاری وقتی که اومد مامان. میگه میترسم حرفام تکراری بشه، ولی میگه کادوهای عروسی و حلقه ها یادت نره. ای بای، من کی گفتم؟ باشه، چشم مادر. یه لحظه گوشی. بله؟ میرسم خدمتون. مادر جان، من برم سر کارم. باشه مادر، خدا. سلام. باشه، سور رو حتما میدم. یادت نره. ببین، فقط میخوام ببینم میتونی این دفعه هیچ کس نفهمه. سعیام میکنم. جلو دهن تو بگیر. چشم.
بفرمایید. ببخشید قربان مزاحمتون شدم. مهم نیست، کارت چیه؟ راستش یه چند روزی مرخصی میخواستم. مرخصی؟ هنوز دو روز نیست که برگشتی پسر. اتفاقی افتاده؟ اتفاقی افتاده تو مرخصی قبلی حل شد، ولی چطور بگم؟ توجه توجه، به اطلاع کلیه کارکنان کشتی میرساند که به مناسبت ازدواج افسر دوم امید پرتو مراسم باربیکیو با برنامه ویژه‌ای در پاشنه کشتی برقرار است. حضور شما سروران موجب امتنان ایشان خواهد بود. خیلی خوبه، به تبریک میگم. ممنون از موافقتتون. ولی از مرخصی خبری نیست. گفتم ولی من فردا عروسیمه، باید برم حتما. باشه، ولی یه شرط داره. چه شرطی؟ قول اون وقتت یادته؟ این که شما رو هم دعوت کردم به عروسی. بله، ولی چرا؟ نمیدونم، یه کنجکاوی. ولی باید با شنا برگردی. قبوله؟ قبوله. تو دیوونه ای پسر. از این که میخوام با شنا برگردم؟ نه، از این که میخوای منم دعوت کنی به عروسیت. باعث افتخار منه کاپتان. متشکرم. دورتر وایسا، دورتر وایسا. دستتو بگی بالا. اونجا تو دستت کارت عروسیه برای شماست. بیام تو. کی و کی؟ ببخشید. خواهر من با پسر فروخانم دیگه قرار بود. بابا اون عروسی که یه بار به هم بخوره دفعه دومش هم به هم میخوره. نه بابا این حرف نزنید، چگون نداره. خواهش میکنم. حالا این ببخشید خدمت شما، فرداس عروسی تشریف بیارید. خب این داماد که الان 18538 فرسن اینجا دوره، چجوری خودشو میرسونه؟ یه قول داده خودشو برسونه. با چجوری؟ با چی؟ چه میدونم، با هلیکوپتر، هواپیما، با کشتی، پیاده، با شنا. با شنا بلده. با شناگر قابلیه. آبام دیده دیگه. آره. ای بابا قربان شما، منتظریم به هر حال. خیلی خوشحال میشیم. خدا حافظ.
الان چی وقت ماشین پاکودن آخری؟ آو بلا برسته من ننستیم ماشین پاکودن هم وقت مشخصی داره. تو تعیین بکن. حرف زیادی نزن بیا بشیم. کجا بس بشیم برای بشیم. دنبال شر گردی یا برزو. باید تام پسیر نمو عروسی با هم بزینیم. برزو جان اتنه ما اذیت نواکن. بگفتی انا ببر تهران بگفتم چشم. بگفتی رامیان اره که مغز کار بگیر بگفتم چشم. پسره که مغز 6 ساعت بخوردم. او در خاله من استم به ساعت عمره نگاه بکنی. چی کار کردی ما خبر زو؟ تام دنبال شر گردیه. بس قبول بکنی که آقاتی دختر خاله امرا خطر خی داری. ان راسکی. حرف نکلم یعنی شه. باید نه حالی بکنیم که آیه تهران نیه. من ننم تی از سر میان برزو جان. چی نقشه داری من ننم. بیه تا تره بگم. ولی تو راست راستی خوششانسی ها. چطور مگه؟ برای اینکه این کاپتان مهراب واسه همه سختگیری میکنه الا تو. ببین اونم فکر میکنه منم یه جورای خولم همین. خب این که درسته جفتتون خولین. اما این کنجکاوی ساجه به تو رو اصلا نمیفهمم. میگن یه زمانی هلند کار میکرده زنش کولومبیاییه درسته؟ نه من هیچکی ازش سر در نمیاره که این چی کار میکرده. ولی مثل اینکه این امتی تبعید بوده. بعضی ها میگن اصلا زن و بچه نداره. معلوم نیست چی کار هست این یارو. ولی یه چیز جالبی که داره اینه که هیچ کس نیده بره خشکی. مگه میشه؟ فکر کنم الان هم اونجا وایساده داره ما رو نگاه میکنه و عصبانیه. بیا بریم آبا ولش کن. شاداماد گل ولن میسته دست داره ما چی بکنم مرا بشنختی یه کوی ایسه ای بره منم حسین آقا یه همه محمود آقا خانم منتظر تو هستم بره چطور منو نمیشناسی تو رو بردم تو ایران یادت اومد ولن میسته یه ما چی شلو به پای هم پیر بشی بیا بریم ولن میسته بعد تو رو ببرم بذارم وسط صفریه به خدا بمار مکلم مبارکه باشه یا الله یا الله